سلام جون دلای داش مسعود، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز خوشی و سپری کرده باشین. بریم که یه ویدیو گنگ ببینیم. نگاه کنین اگان چی از دراپ می گان چی کشیدم. واقعا چی کشیدم. شوخی میکنم، چی اصلا گفتم خودم نمیدونم. این داستان راز بقای گورخرای آبی، نه گورخر آبی نیستن، دریایی هم نیستن، گورخرای جنگلی هن. خب دیگه کلن همه گورخر شدن، یعنی نگاه کن اینجوری همه اسکین گورخری هن. حالا این سرور ایران نیست و 35 تا کیل براتون توش میزنه. و ببین بچه این گان، خب از گورخرا بکشیم بیرون، گورخرا گورخر حرمت داره نه لذت. خب این گان 4 تا تیره، 5 تا تیره، به شدت تیراش ریجستر میشه و خیلی گنگه. نگاه کنید اینجوری دارم بهتون میگم که یعنی من اتشمنتی که بهتون بدم دیگه رو دستش چی نیست. نگاه کنید موومنت های داش مسعود چجوری موومنت میزنم، یعنی این بره اون این بره، اصلا کلا نگاه کنید. حالا پیچیدی من اینجا بپیچ بینم اینجوری میگیری روش. میخواست بیاد نایفم کنه، پشمان گفت آره وستش رو زدم برم نایفش کنم. آره از این گان داشتم براتون میگفتم بچه. این گان کلن، خب اتشمنتش رو بچینین بدون رداد. حالا براتون دوتا اتشمنت میذارم، میرم یه اسکرین شات میگیرم، یه دونه رداد هم میذارم روش که بتونیم بده. ولی نگاه کنی این گان بدون رداد همینو بچینین، منگار متیکش رو دارین میزن، یه مقداری سخت باش عادت کنیم، ولی به نظر من اسکوپش بد نیست. حالا اسکوپش من که باش کنار اومدم و دارم حال میکنم دیگه، حالا شما رو من نمیدونم نظرتون چی میشه در موردش. نگاه کن کمپرو، نگاه کن کمپرو 34 تا 35 تا کیل میزنه تو اینا. جونم بنازم چه فرار میکنه، در رو داش. آره فقط تیراشو خیلی زود تام میکنم. نگاه کن جون کجا رفتی؟ بسش ترکید. آره میخواد بگیری روم، سر پینگ داره میزنه و بله اینجا میزنه. دفعه دیگه نه منو نایف بخوای بکنی ها، میزنم ترکونم. حالا نگاه کن دقت تیر، اون یارو ای کی گرفته دستش، نگاه کن ثابت وایساده. نکته اول، هر موقع میخواین با رایفل کسی رو بزنین، اول سعی کن وایسه، یا اسنایپ یا رایفل فرقی نداره، تا مطمئن نشدین که میتونین بزنینش هیچ وقت دستتون روی تیر نذارین. این یه نکته خیلی خیلی مهمه که شاید خیلی کوچیک به نظر بیاد و مطمئنا همتون هم میدونین، ولی اجراش نمیکنین. سعی کنین اجراش کنین و بعد نظراتتون رو به من بگین که چه حرکتای زدین و چه جوری بوده. در مورد اتشمنت بهتون بگم که خیلی شاخه، اینجوری بهتون بگم، یعنی بچینی بری بیای میگی داشت مسعود نگاه کن من همه رو دیگه با رایفل داشتم میزدم میخوردم، یعنی جوریه که من 47 بر نمیدارم. درسته حتی مثلا لژند یا متیک اینم ندارم، ولی خب انقدر گان حقیه خب خیلی قویه بچه ها، یعنی چون فایر ریتش هم یکم پایین و دمیجش بالاست از 47 هم حتی بهتر. حالا من اون اتشمنت رو گفتم که پنجشنبه بیاد میزم، حوصله ندارم برم مولتی حقیقتا بازی کنم، اتشمنتشو باز کنم دیگه تیرم تموم شد نامو. دیگه بله دیگه 30 تا 31 کیل زدم باید تیرم هم تموم بشه. حالا آره دیگه اینجوری هست. بعد بچه اینجوری بهتون بگم که گان حقیه، نگاه کن چند بار تاکید کردم روی این، یعنی بچینیش متوجهش میشی خودت، یعنی واقعا به نظر من از چه رفتی که الان هست بهتره، یعنی چیزی هم روشه. اوه پشمام، اوه کزم دادی با داشت چی کار میکنی بچه. راستی دقت کردین ویدیوی همه ویدیوهایی که من براتون ریکورد میکنم و با بالاترین کیفیت دارم ریکورد میکنم، حالا یه مقداری باعث میشه که لگ بگیرم و اینا، ولی خب دیگه میگم شما لذت ببرین بیشتر، شاید این توی همچین کیفیت شما تا حالا بازی نکرده باشین و گفتم که مثلا اینجوری بهتره، یعنی کیفیت بالاش هم ببین. بعید میدونم کسی با این کیفیت ویدیو بگیره ریکورد کنه براتون دیگه. حالا من گفتم براتون بذارم که بالاترین کیفیت ویدیو، همه ویدیو هم همینه، وری های بازی میکنم دیگه. حالا بریم جلوتر ببینیم چند تا گیر یه نفر دیگه فکر کنم مونده. آره سه نفریم، سیو اسکوادیم پشمام. آره یه چند تا رفیقم تو این سرور خارجی پیدا کردم بچا، خیلی حال میده. بعد بهشون میگفتم باشون اسپانیایی حرف میزدم، کلا اسپانیایی من خیلی بلدم، مثلا فقط فوشاشون رو بهشون میگفتم، بعد یه دفعه میگفتن آره مثلا دمت گرم مرسی که این چیزا. بعد طرف کلمبیایی بود، بهش گفتم داداش من خیلی پابلو رو دوست دارم. این دیگه حالا شاید این اصلا کلا حروف بنای چیز باشه، یوتیوب باشه دیگه، اسم کاملش رو نمیگم، پابلو کیو میگم. بعد زد زیر خنده، خیلی جالب بود. رکو موومنت میخواستم نایفش کنم، میگم میخواستم نایفش کنم، سویچ کردم رو گان دوم، اصلا یه وضعی شد.
آره این اسکین هم براتون گذاشتم که نگین داش مسعود پی تو وینیه و فقط با اسکینای چیز بازی میکنه. نگاه کنین من با اسکینای گوره خری زرافه ای و گاو میشی هم بازی میکنم. این کاپشنی که پوشیده کاپشن مدرسه شه. نشاد ندین این بچه مدرسه ای. بیا این پیک حقی رو بگیریم. آره پشت تو بکن بیا داد. پشت تو بکن اونور ببینم. اه بی تربیت. بی تربیت. کیف مدرسه شو نگاه کنین. من تو کیف مدرسه‌م کلاً از بچگی آر پی جی و تفنگ و تانک و اینجور چیزا می‌بردم. نگاه کنین کوله پشتی مدرسه من خیلی گنگش بالاست. فرض کنین من اینجوری می‌رفتم مدرسه. راستی بچه یه چیزام بگم که حقیقتاً حالا گانو آخو یعنی گان لژند وقتی میگیری اولا لذت گان لژند به اینه که انمی که گان لژند داره رو بزنی گانش رو برداری باهاش بازی کنی. لذتش واقعا به اینه. حالا نگاه کنین اینجا من با این گان لژندی که فکر کنم امین از رو زمین لژندش کرد چه قوقایی میکنم، یعنی چه آشوبی میکنم. راستی اتشمنت هم توی ویدیو گذاشتم، برای اتشمنت کل ویدیو رو نگاه کنین خیلی عشق کنین، یعنی ویدیو رو کامل نگاه کنین، اتشمنت رو براتون گذاشتم کلن عشق کنین، یعنی نگاه کن بهتون میگم بره 3-4 تا تیر بزن بهتون باز شد دیگه. این با این هیکلش از اونجا میره نگاه اینو فقط نگاه به نازم چقدر تو آرمور میخوای بزن. بیا پایین دیگه باز سرمون درد گرفت. بیا پایین بچه، بیا پایین، یا پوینت چند تا دیگه بزنم. بعد بچه خوبی این اسکینا اینه. خب حالا از این بگذاریم مثلا طرف اسکین نداره بزنه و اینا، به نظر من این اسکینا خیلی خوبه. اگه سطح بازیتون بالاست من همین اسکینی جلوم ببینم راششو مثل گاو میدم. خب یعنی میگم بات طرف فکر میکنم مثلا خیلی نوبه. خب گرچه که به اسکین نیست، یعنی اسکیل هر کسی به اسکینی که میپوشه نیست، ولی اینجوریه معمولا، یعنی 95% همه همین کارو میکنن که هر کیو میبینیم یه اسکین خیاری پوشیده، یعنی اینجوری مثلا خدا وکیلی این اسکینه نمیشه باش جلو تو ببینی انقدر چاقه. ولی آره دیگه هر کی میبینی یه اسکین خیاری پوشیده سری راششو میدن میگن آه طرف خیاره، نمیدونن که به اسکین نی. آره نکنی اینجا ببین اینا رو چجوری میفرستم لابی. یا بیا داشم گان لژند گرفتم، گان لژند قدرتمندیان، گان لژند مردم رو از زمین برداشتم. خب دو تاشون رو زدیم، سومی بیا اینجا ببینم، بیا اینجا ببینم موومنت میزنه برام، موومنت میزنه برام، موومنت نزن بابا من درست بچه مدرسه ایم و با این کاپشنم توی چله تابستون میرم. میگن چله زمستون ولی خب ما چله تابستونم میگیم. چله تابستون میرم مدرسه با کاپشن سود بنفشه قرمزه چه رنگیه نمیدونم. آره دیگه اینجوری هست، با این کاپشن داریم میریم مدرسه. بعد توی کولم هم ببینین آرپیچی گذاشتن دیگه. گنگ داش مسعود اینقدر بالاست، اینجوری هست که بهتون بگم. آره بعد بچه ها خدا وکیلی، یعنی الان من منتظر این 47 متیکم که فکر کنم امروز سه‌شنبه است اگه اشتباه نکنم، فردا چهارشنبه، پنجشنبه شب. آره دیگه پنجشنبه شب میاد، براتون ویدیوشو میذارم. نگاه کنین اتچمنتی که من بهتون میدم خب جون 47 با اون خشابه تستش میکنم، یعنی اون چیه بهش میگن بریلر رو تست میکنم. به نظر خودم چون دمیج رنج زیادی نداره به نظر من شاید چیز جالبی عذاب در نیاد با اون برل جدیدی که اومده. درسته لگد و اینا نداره ولی برای مبتدی ها میشه گفت استفاده کنن، ولی برای اونایی که حرفه‌ای میخوان بازی کنن با چلاف به نظرم اون اتچمنت زیاد شاید زیاد جالبی نشه. حالا تستش میزنم بعد بهتون نتیجهشو میگم. حالا بریم جلوتر ببینیم اوضاع چه قراره. حالا اینجا جلوتر بهم میگن چیته، نه هممون هم یه اسکین برداشتیم، طرف هر کدوم اون شاید یکی دو بار خورده باشه دیگه، منم بودم میگفتم چیته. نگاه کنین داشتم اصلا کلن گان لژند اومده دستم نمیخوام بمیرم. نمیدونم شما هم اینجوری هستین یا نه، نظرتتون رو حتما تو کامنت ها برام بنویسین که گان لژند مردم رو غارت میکنیم و همه را میخواهیم بتره کنیم. آره اینجوری هست. نگاه کنین الان میرم تو این خونه راش بدم، بعد طرف دیگه حالا یکی دو تا رو میذاریم، بعد طرف میاد بهم میگه چیتر، نگاه کن چه کمپی کرده، آر پی دی گرفته دستش، رفته اون بالا نشسته. یا پایین ببینیم بچه. آره اینجا خیلی میستادم سریم ولی موومنت بیشتر زدم، این موومنت الکی بعضی وقتا موومنت الکی نگاه کن نگاه کن نگاه کن. الان یکی دیگه این برداریم، داش دارم آرمور میزنم، صدا پا گرفتن اینا، نگاه کن صدا پاشو داشتم یعنی حتی ندیده بودمش. خب داش کجا، یکی دیگر دیدم لند کرد پشتم، یعنی یه ذره بیشتر دمیج داشتم زده بودم اینم. من دیگه چیتر عمته، به عمه هاش احترام بگذارید. خب اینجا هم این داشمون رو ارشاد رو زدیم، مرشد کردیم.
ارشاد کردیم. خب حالا جلوتر دوباره میزنمش که همه اسکین این بچه مدرسه ای برداشتیم، بهش چی میگن؟ اسکین کاپشن قرمزی. خب میریم اینجا اچسمون رو میکشیم، دارم یه اچسای مسخره ای میچینم، یعنی نگاه کنید اگه اشتباه نکنم، نه عوضش کردم دوباره، اچسای مسخره، اچسای عجیب غریبی دارم میچینم. خب به نظر من همه اچسا خب به لانگ برلش، یعنی یه لانگ برل اون شاتو زدم نمرد جام شد، یعنی نگاه کن شانس داره. اون یکی کو گم کردم، ای خدا دزدیدنش. خب نگاه کن همون داشمون که به من گفت چیتر رو میریم میزنیم که دیگه نگه چیتر خودتی بی تربیت، من چیتم انگشتامه. شوخی میکنم. بوم اینم زدیم و مرشد شد و رفت لابی. حالا جلوتر نگاه کن یه راش میدم، شاتگان اینه دیگه، نگاه کن یه بدی داره هم خوبی داره، یعنی مثلا اینجا من اینو وان شات کردم، ولی یه دفعه میگه گهی پشت به زین و گهی زین به پشت و اینجور چیزاست که میکنم اصلا اون ورو داشتیم گم کرد. چه خدایی به نازم، خدایی به نازم، خیلی حق بود. خیلی دوستتون دارم، اتشمنتو براتون گذاشتم، خیلی دوستتون دارم، خیلی کوچیکی کوچیکی اینا. تا ویدیو تا درود دیگه، بدرود.